طالبان در دو روز گذشته ایران 6000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. آیا امریکایی ها به دنبال اجرای نقشه رای بی در افغانستان هستند؟ مارشال دوستم به ازبکستان رفت و همچنان در پایان افغان ها به آرزوی 40 ساله ایشان رسیدند. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری صدای امریکا. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که در دو روز گذشته حدود 7500 پناهجوی افغان از ایران به کشورشان برگشت کرده یا از آن کشور اخراج شدند. این وزارت گفته است که تنها روز گذشته 6581 نفر از مرز ولایت نیمروز وارد خاک افغانستان شدند. با گفته این وزارت از این میان حدود 1500 نفر آنان داوطلب و متباقی دیگر به گونه اجباری توسط دولت ایران اخراج شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همچنین گفت که امروز دوشنبه 4 اپریل 900 مهاجر افغان وارد کشورشان شدند. بر اساس معلومات این وزارت از میان تنها دو فامیل به گونه داوطلب و تمام افراد دیگر از آن کشور اخراج شدند. بسیار افرادی که توسط دولت ایران رد و مرز شدند جوانانی هستند که در پی تحولات اخیر سیاسی در افغانستان به گونه قاچاق به آن کشور رفته بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که با این مهاجران در زمان برگشت از سوی سازمان بین المللی مهاجرت کمک صورت گرفته است. پیش از این مقام‌های این وزارت گفته بودند که در 6 ماه گذشته 550000 پناهجوی افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به وطن خود برگشتند. محمد ارسلان خرواتی معین این وزارت ماه گذشته که بررسی های آنان نشان می دهد که در حال حاضر 7 میلیون پناهجوی افغان در ایران، پاکستان و سایر کشورهای جهان زندگی می کنند. اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از افزایش مهاجرت از افغانستان به دلیل هراس روزافزون از سقوط اقتصادی در این کشور هشدار داده و گفته بود که در سال گذشته میلادی دست کم 500000 نفر از افغانستان به ایران مهاجر شدند. ایران در حال تلاش‌هایش را برای اخراج مهاجرین افغان از آن کشور افزایش داده است که پیش از این برخی از مهاجرین افغان گفته بودند که گشت و گذار پلیس این کشور برای بازداشت شهروندان افغان بیشتر شده است. آنان همچنین گفتند که مهاجرین افغان پیش از منتقل شدن به مرز افغانستان در بازداشتگاه‌های مزدحم و کثیف در ایران نگهداری شده و مسئولان ایرانی با آنان بدرفتاری کردند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 3.4 میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی می کنند که نزدیک به 2 میلیون آن مهاجرین غیر قانونی هستند. آیا امریکایی ها به دنبال اجرای نقشه رای بی در افغانستان هستند؟ یک کارشناس مسائل افغانستان با تاکید بر این که کشورهای همسایه در مسئله افغانستان هماهنگی منطقه‌ای انجام می‌دهند گفت با توجه به اظهارات اخیر رئیس جمهور پیشین آمریکا و فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان این احتمال می‌رود که آمریکایی‌ها در صورت که موفق نشوند پلان بی یعنی نقشه دوم خود را برای ناامنی مدیریت شده اجرایی خواهند کرد. به نقل از اسنا، مشتبه نوروزی در تحلیل خود نسبت به برگزاری 30 نشست کشورهای همسایه افغانستان و طرح موضوعاتی مانند عادی سازی روابط با طالبان گفت تصور نمی کنم عادی سازی به صورت بی قید و شرط باشد، ضمن این که همه طرف ها بر تعهدات پیشین تشکیل حکومت فراگیر در نظر گرفتن نقش زنان، آموزش و غیره تاکید کردند. وای تصریح کرد به نظر می رسد بحث میکانیزم ایجاد ارتباط من نظر بوده و نه عادی سازی و این مسئله از سوی رسانه های نزدیک به طالبان مطرح شده است، در حالی که در این اجلاس بر تعامل بیشتر با حکومت تاکید شده تا منجر به این شود که امارت اسلامی در وضعیت واکنش قرار بگیرد. این کارشناس مسائل افغانستان درباره اظهارات اخیر زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان در نشست امنیتی اسلام آباد همچنین بیان کرد. دو مسئله اینجا مطرح است. مسئله اول این که توافقنامه دوحه اوجو و اسناد پنهانی هم دارد که تعامل آمریکا با طالبان را در قالب اسناد پنهان دنبال میکند. نکته دوم این است که پلان بی امریکایی ها چیست؟
در صورتی که موفق نشوند دولت همسو با خود را پایه‌ریزی کنند، به سراغ پلان بی یعنی ناامنی مدیریت شده می روند تا در قدرت قرار گیرند و به نوع مدیریت بر کشورهای همسایه از جمله چین، روسیه و ایران داشته باشند. و ای خاطر نشان کرد که زلمه خلیزاد همواره نقش مهمی را دارد. اگر در چارچوب نگاه جمهوری خواهان به مسائل افغانستان نگاه کنیم، دو دیدگاه وجود دارد. نخست اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر این که مجدد به افغانستان برمیگردند و دیگر نقش زلمه خلیزاد است که چه نوع نگاهی به مسائل افغانستان دارند. نگاه ترامپ برای بازگشت به افغانستان برای این است که بتوانند ناامنی تثبیت شده را ایجاد کنند. نوروزی در ادامه درباره این که ایران چی روی کرده نسبت به مسائل افغانستان دارد گفت: چند تا اصل وجود دارد. این که ایران هر اقدام انجام دهد در هماهنگی با کشورهای منطقه اتفاق خواهد افتاد. ایران اقدام جدید در داخل افغانستان نخواهد کرد، چی در بر رسمیت شناختن طالبان یا به انزوا کشاندن آنها. در واقع نوع هماهنگی منطقه‌ای در این مسئله وجود دارد که این سیاست بسیار هم درست است. این کارشناس مسائل افغانستان خاطر نشان کرد نشست‌هایی هم که در سه مرحله با حضور کشورهای همسایه افغانستان برگزار شده با جهت ایجاد هماهنگی‌های نسبی بوده، علی‌رغم تعارض منافعی که کشورها دارند، اما تاکید همیشگی ایران از ابتدا مبنی بر شکل‌گیری دولت فراگیر است و تا زمانی که طالبان این نوع حکومت را اعلام نکند و دولت تصویب نشود، ایران به سمت رسمی شناختن آن نمی‌رود. خبرگزاری کیهان: دوستم به ازبکستان سفر کرد. مارشال دوستم دیروز وارد کشور ازبکستان شد. وای از یک جبهه نظامی خود به نام قطعه گرگ در کشور ازبکستان نیز خبر داد. عبدالرؤوف شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: مریم شریف، دختر نواز شریف. پاکستان در 40 سال جنگ و منازعه افغانستان نقش کلیدی و غیر قابل انکار داشته است و بینان یک همسایه نوجوان مرد و مخرب برای بی‌ثباتی و ویرانی افغانستان به انواع مختلف چاه حفر نموده و سقوط نظام های افغانستان را در طول تاریخ جشن گرفته است. دیپلماسی همسایگان برای گذار از بحران، گزارش از خبرگزاری افاق. نشست همسایگان افغانستان و نیز نشست تریویکای توسعه یافته در کنار رایزنی های دو جانبه دیپلمات های خارجی درباره افغانستان در حاشیه این نشست ها در چین یک فرصت کم نظیر را برای ارتباط، تعامل و سازش پرمحور منافع و نگرانی های مشترک ایجاد می کند و انتظار می رود که در چارچوب انتظارات که از سوی وزارت امور خارجه چین بیان شده، دستاوردهای ملموس و مشخص در پایان این نشست ها به دست آید و پیشرفت های قابل محاسبه و امیدبخش حاصل شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه به چین رفته بود. چین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میزبان 30 نشست وزیران کشورهای خارجی افغانستان بود. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین پیشتر گفته: انتظار داریم این نشست سبب حمایت بیشتر جامعه جهانی از افغانستان شود. او افزود که جامعه بین‌المللی باید از آمریکا بخواهد که مسئولیت اصلی بازسازی اقتصادی افغانستان را به صورت واقعی به دوش بگیرد. جزئیات این خبر تکمیل می شود. سپاس که تا این دم با ما بودید.